وقت مرد به بزرگی فردوسی کتاب به سنگینی، زخامت و عظمت شاهنامه را صدها مایل با پای پیاده تا غزنین می رسانه، بر آستان سلطان محمود غزنوی، شاه به اصطلاح علم پرور، اما او پادشاه بخرد ای چیز در این کتاب نمی بینه قابل تمجید. و فردوسی بزرگ دوباره صدها مایل میره تا خانه خود. فکر کنین امی امید را که می آمد در این دربار و او ناامیدی را که بعد از سپردن دیوانش با سلطان محمود دوباره می رفت به طرف خانه خود. سال بعد سلطان محمود بزرگ در یک تاراج و چپاول دیگه به نام اسلام به طرف این لشکر کشیده بود و یکی از سپه سالارهایش و یکی از مردهای متنفذ منطقه پیغام داده بود که تسلیم شه، ولی اونا شرط و شرایط گذاشته بودن و ای سپه سالار با خشم بر قاصد خود میگفت که برو برش بگو که بدون شرط تسلیم شه و ای را در حضور پادشاه بزرگ سلطان محمود غزنوی میگفت. و وقتی که قاصدش روان میشه که بره، بر شعر از فردوسی را میخوانه که برو برش بگو که اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. سلطان محمود که یک مرد جنگی است از این بیت بسیار خوشش می آید و میگه که این شعر از کیست؟ میگه از فردوسی، امو شاعری که دیوان به این زخامت آورد سال پار و بدون یک تشکری هم از شما دوباره خانه خود رفت. سلطان محمود وقتی دوباره بر می گرده از این سفرش به غزنه، کاروان را از طحایف برای فردوسی بزرگ می فرسته. اما کاروان وقت می رسه که فردوسی فوت شده و جنازهش به طرف قبرستان می برن. و ای در طول سالها همیشه در فکر ما می گشت به امید که ای شاعر بزرگ تا دربار سلطان آمده بود، با اون ناامیدی که رفته بود و ای کاروان از طحایف که چقدر کم و چقدر دیر رسیده بود. در فکر میگش که ای کاش که سلطان محمود حداقل در زمانی که فردوسی زنده بود یک دسته گل برش میفرستاد از عوض ای کاروان بزرگ بعد از مرگش. و امروز که مرد به بزرگی دکتر اکرم عثمان فوت شده، دوباره ای در کله ما زنده شد و ما با خجالت برای خود گفتم که ای کاش که ما در 5 سال گذشته یک برنامه برای 30 ثانیه در مورد دکتر اکرم عثمان می داشتم که خودش به گوش خود اگر می شد که شنیده بود. امروز که دکتر اکرم عثمان فوت شده، من نمیفهم که با کی تسلیت بگویم، برای خود، برای شماها، برای رئیس جمهور افغانستان، با شعرا و نویسنده های مملکت خود، با کی؟ باشین که ما به اینی نغمه زیبایی که دکتر اکرم عثمان روزهای جمعه در کابل میخواند قصه های خود و دکلمه میکرد اشعار ایر میمانم و به همین نغمه تسلیت میگم.
یا شاید هم به خوبترین همکارش که در او خانش ها دکتر اکرم عثمان امرهی می کرد، خانم فریده انوری عزیز. گربه چهارم، یک داستان کوتاه، نوشته اکرم عثمان. ما در این برنامه که کمتر از 10 دقیقه است نمیتونم آثار دکتر اکرم عثمان زندگیش تشریح بکنم. شما این حال میتونین آسان از اینترنت بگیرین، اما ما یکی از داستانهایش، یک قسمت کوتاهش که خودش خوانده برای شما میگذارم. داستان مرد و نامرد که دنیا همیشه به شکل غیر منصفانه از دومیش پر بوده و امروز از هر زمان دیگه کرده امی دومیش زیادتر است. ای داستان اکرم عثمان در مورد استاد قاسم آوازخان ما، رابطهش با مرد بزرگ امان الله خان و مردانگی یک مرد بی سواد که در تاریخ ما به نام بچه سقه و مردم کوباندش، این مردانگی و عظمت حضور دیجه قصه میکنه. ما فکر نکنم که هیچ کس امیر بیبولای کلکانی را با این خوبی و با این سادگی ترسیم کرده باشه. سپس بچه سقا و قاسم وارد تالار دیگری می شوند که در آن درباریان دست بسینه منتظر ورود فرمان روا بودند. بچه سقا بعد از جلوس با لحن و لهجه خاصی از قاسم می پرسد: شنیدیم که شوا گریه می کنی ها؟ قاسم با تواضع جواب می دهد: بله قربان. بچه سقا می پرسد: پشت کی؟ قاسم جواب می دهد: پشت امیر. بچه سقا می پرسد: امو دشمن من می گی؟ قاسم می گوید: نخیر، همو دوست خوده. بچه سقا استفهام آمیز می گوید: خوخه، خوب شد، معلوم شد تو هم دشمن هستی. قاسم با فروتنی پاسخ می دهد: من نخیر، صاحب، ما و دشمنی از هم دور هستیم. بچه سقا می پرسد: چطور؟ قاسم جواب می دهد: بر از ای که من دشمنی را یاد ندارم. بچه سقا با شک و تردید می گوید: چه می فهمم؟ خدا بهتر می داره. قاسم می گوید: استغفرالله، من دروغم یاد ندارم. بچه سقا می گوید: عجب، هیچ دروغ نمی گی؟ قاسم جواب می دهد: هیچ وقت. بچه سقا می گوید: نیش شد ندارد، دنیا قلب شده، زمانه پر از دروغ شده، باورم نمیشه. قاسم با صداقت تمام میگوید: اگر دروغ بگویم دیگه صدای میشینه، دیگه خوانده نمیتونم. بچه سقا میپرسد: دشمنی چی؟ آیا دشمنی را یاد نداری؟ قاسم جواب میدهد: بله سر، اگر دشمنی کنم دیگه دلم چرک میشه، بیسوز میشه. کران امیر دسته استاد را حاضر می کنند و قاسم بی کینه و بی دروغ و بی حد و حسد در مقام بیرمی مثل یک عاشق صادق می خواند: گلستان وفا بوی تو دارد، گلستان وفا بوی تو دارد، شمیم هر دو گیسوی تو دارد، سر عاشق هوای سجده چند به محراب دو ابروی تو دارد. درباری ها حیرت می کنند چه هرگز نم اشک چشم بچه سقا را نیازرده بود. بچه سقا پشت دست سنگینش را به چشمهایش می مالد، شمالی را برابر چشمش می بیند، باغهای انگور را، رودخانه های نقره‌ای رنگ را.